اگه دنبال کار تخصصی تو رشته های فنی میگردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. من شروع میکنم، ابتدا خودم رو معرفی کنم. اول من اسمم سهیل گرجی هست، PhD در ادویکیشن و کامپیوتر ساینس دارم، MBA هم هستم. از سال 98 تا حالا بیزنس خودم رو در کانادا داشتم. خودم سال 97 اومدم کانادا، چندین تا بیزنس دیگر هم در کنار ITD کانادا دارم. ITD کانادا یک کالج در واقع اکریتد توی استان BC هست که از سال 2000 تا حالا فعالیت داره میکنه. افتخار اینو داریم که اخیراً با دوستان فناوران با هم یه ائتلافی رو به وجود آوردیم و با هم دیگه کار میکنیم و خیلی هم خوشحال هستیم. در واقع این وبینار به همت دوستان فناوران آماده شده و من فقط به عنوان کسی که سالهای خیلی زیادی در کانادا بودم و با مسائل قانونی و این صحبت آشنایی دارم، امروز میخوام خدمتتون یه سری اطلاعات راجع به تاثیر در کانادا بدم. توی در واقع کالج ITD کانادا وظیفه من regulatory and compliance هست، یعنی این که من مسئول اینم که کارهای قانونی شرکت رو انجام بدم و مسئول این هستم که شرکت طبق قوانین رفتار کنه. کلن لایسنسینگ و اکریتیشن با منه، کارهایی که با دولت انجام میدیم همیشه اینطوریه. من در واقع با دولت سر و کار دارم و همینجوری که الان میبینید public relation هم هستم، روابط عمومی شرکت هم من هستم. حالا هدف از این وبینار اینه که بیشتر در واقع این پریزنتیشن برای آدمایی که تازه تشریف آوردن کانادا. حالا اگه هم سالها هستین هیچ اشکالی نداره، خیلی این اطلاعات رو ندارن، ولی برای دوستانی که تازه اومدن کانادا اولین سوال اینه که چرا من اصلا باید درس بخونم. یا اینکه یه صحبتی در کانادا هست به اسم professional development، یعنی اینکه شما نظر کاری خودتون رو ارتقا بدید، ارتقای شغلی یا ارتقای حرفه‌ای. این یه مقوله‌ایه که در کانادا همیشه بوده و هست و اصلا ربطی به مدرک شما و مدارجی که طی کردید و مدارک دانشگاهی که دارید نداره. انتظار میره در کانادا هر کسی بسته به کاری که انجام میده مرتب خودشو آپگرید کنه، خودشو ارتقا بده. در نتیجه شما هر کجا که کار بکنید مجبورید بخشی از زندگیتون رو صرف مطالعه و درس خوندن بکنید. ولی در واقع توی این پریزنتیشن من میخوام به شما بگم که چرا اصولا لازمه که اینجا یک مدرکی در کانادا داشته باشید و چرا لازمه که آدمایی که تازه از ایران میان، چه الان چه حدود مثلا 28-29 سال پیش که من اومدم، یه خود باید خودشون رو تطبیق بدن با شرایطی که توی کانادا وجود داره. ولی خب این ماجرا یه سری مشکلات داره. در واقع من امروز راجع به این صحبت میکنم که خب چرا اصلا باید بریم درس بخونیم و حالا چه مشکلاتی بر سر راهمون وجود داره و چجوری میتونیم این مشکلات رو حل کنیم. بعد به طور کلی راجع به درس خوندن توی کانادا و درس خوندن توی استان BC صحبت خواهیم کرد. دلیل اینکه راجع به BC صحبت می‌کنیم اینه که من ساکن BC هستم، ولی مطمئنم دوستانی که تو اونتاریو هم هستن یا حتی پروینس‌های دیگه، استان‌های دیگه، اونا هم از این اطلاعات بهره‌مند خواهند شد. فقط مثلا اگه من راجع به BC صحبت می‌کنم، نسخه اونتاریویش هم حتما وجود داره، من خبر ندارم کجاست. بخشی راجع به ارتقای شغلی صحبت خواهیم کرد و در نهایت آخرین چیزی که ممکنه خیلی به درد شما بخوره اینه که از کجا میتونیم کمک بگیریم که بریم درس بخونیم. کمک منظورم کمک فاینانشاله، کجا میتونیم یه پولی بگیریم که در واقع این فشار مالی بر ما خیلی زیاد نباشه توی کانادا. در نتیجه صحبتایی که امروز می‌خوایم بکنیم اینه که اصلا چرا باید درس بخونیم، چرا پروفشنال دیولپمنت داشته باشیم توی این مسئله بغرنج زمان، پول و بازگشت در واقع سرمایه گذاری، return on investment چی خواهد بود. به طور کلی راجع به سیستم آموزشی کانادا و BC صحبت خواهیم کرد. عرض کردم مطمئنن استانهای دیگه هم مشابه همین خواهد بود. و بعد راجع به منابعی که وجود داره که ما میتونیم از طریقشون بتونیم فاند بگیریم. اگه میبینید یه خود بعضی وقتا من مکس میکنم، این به خاطر کلاس گذاشتن نیست. من 30 سال کانادا زندگی میکنم، تقریبا 50 سال انگلیسی صحبت میکنم، یه خود الان پیدا کردن کلمات فارسی صریح با مشکل مواجهه. معذرت خواهی میکنم ازتون، سعی میکنم تا اونجایی که میشه از اصطلاحات فارسی استفاده کنم. مشکلاتی که آدمایی که تازه میان توی کانادا دارن،
این تا اونجایی بوده که من باش برخورد کردم، به خصوص در رابطه با گرفتن کار. کلن دوستانی که تازه از کانادا میان در رابطه با گرفتن کار مشکلاتی دارن، و عرشب به خدمت شما که این مشکلات اول همه سرلوحه همه اینا مشکل با زبان انگلیسیه. طی این 29 سالی که من توی کانادا زندگی کردم، تمام کسانی که انگلیسیشون بهتر بوده خودم دیدم که خیلی سریعتر به نتیجه میرسن. منتها خب اونم ماجرای خودشو داره دیگه. در سرلوحه همه مشکلات ندونستن زبان به طور تخصصی و به طور معاوره‌ای مشکل برای دوستان ایجاد میکنه. اشکال دیگه اینه که کسانی که از کشورهای دیگه میان، حالا از هر کجا، یه مقدار سرمایه محدود با خودشون میارن، به خصوص اگه آدمایی هن که مثلا در سنین میانسالی میان. حالا اونایی که جوانترن خیلی زیاد مهم نیست. من وقتی اومدم کانادا خودم 26 سالم بود و الان خب طبیعتا خیلی فرق کرده، ولی دوستانی که میان مشکل زبان دارن، سرمایه خیلی محدودی دارن، اصلا تا حالا تو کانادا کار نکردن، نه قوانین کانادا رو بلدن، نه قوانین کار کردن تو کانادا رو بلدن، نه قوانین کار پیدا کردن توی کانادا رو بلدن، نه حتی قوانین درس خوندن و اینکه چیکار بکنن رو بلدن. خلاصه یک کلاف سردرگمیه اون یکی دو ماه اولی که آدم ها میان توی کانادا. من مطمئنم که اگر تک تک شما بپرسم همین رو به من خواهید گفت. یکی دو ماه اول اصلا صرف نظر از اینکه شما چجوری اومدین کانادا، پیش کی زندگی میکنین، کی کمکتون میکنه، یه حالت سردرگمی دارین. و این مشکل همه تقریبا که نه تقریبا هر یه نفری که میاد توی کانادا، یا از همون 30 سال پیشی که 29 سال 30 سال پیشی که من اومدم، همه همین مشکل رو دارن. یعنی اونایی که میرسن اینجا واقعا نمیدونن باید چیکار کنن. یه مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که بعضی از این دوستانی که جدید میان کانادا، اصلا مهم هم نیست از ایران باشن یا یه جای دیگه، مهارت‌های قابل ترانسفر ندارن. خیلی مثلا اونجا کار کردن، نمیدونم مدت‌ها عدید خودشون داشتن، یه جای مدیریت میکردن، کارهای خیلی تراز اول داشتن، ولی وقتی میان کانادا میبینن در واقع مهارتایی که دارن به درد اینجا نمیخوره، اون مهارت‌ها رو نمیشه به راحتی ترانسفر کرد اینجا. خب اگه شما مثلا مهندس بودین، آره این ترانسفرابیلیتی خیلی راحت انجام میشه، اینی که منتقل کنید مهارتایی که توی ایران داشتید. به طور خاص میگم ایران، برای اینکه دوستانی که توی اینجا هستن اغلب ایرانین، ولی خب هر کسی یه سری مهارت داره. ولی مثلا اگه شما سردفتر نمیدونم رئیس شرکت توانیر بودین، مثلا شما 20 سال کار کردین سردفتر رئیس شرکت توانیر بودین، واقعا مهارتایی که اونجا دارین خیلی به درد اینجا نمیخوره. حتی اگه شما وکیل بودین توی ایران، یا مثلا حقوق جزایی خوندین، یا حقوق نمیدونم بین الملل خوندین، خیلی زیاد اون مهارتایی که دارین اینجا به درد نمیخوره، باید اینجا آپگریدش کنین. غیر ممکنه با همون مهارتی که از ایران دارین کار کنین. مهندسا توی این زمینه یه خورده خوشبخت‌ترن، چون اغلب از نظر فن و فناوری و اینا ایران خیلی از کانادا عقب نیست، و در واقع متدهایی که توی ایران انجام میشه همونایی که توی کانادا هم انجام میشه. برای خود من مهندس سخت افزار بودم، کمتر از 3 ماه جذب بازار کار شدم، ولی خب بعد تصمیم گرفتم که برم درس بخونم که کارهای بهتری داشته باشم، بعد طبیعتاً نرم افزار خوندم، دکترا تو نرم افزار گرفتم، و بعدش همینجوری رفتم توی کار آموزششون، همیشه دوست داشتم، و دیگه حالا بقیه‌اش به قول اینا the rest is the history. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که دوستانی که از کشورهای دیگه میان، اصلا صرف نظر از اینکه از کدوم کشور اومدن، تفاوت‌های فرهنگی دارن، و این تفاوت‌های فرهنگی بعضی وقتا بازدارنده است برای اینکه آدم بتونه پیشرفت کنه. حالا به طور مثال، مثلا اغلب دوستانی که از کشورهای مختلف میان، چند سال اول فقط با همشهری‌ها و هممحلی‌ها و همکشوری‌های خودشون در حال مبادله هستن، و این تقریبا بدترین اتفاقیه که میتونه واسه یه نفر بیفته. برای همینه که میبینی سالها میگذره انگلیسی یه نفر خوب نمیشه. من آدم میشناسم که دست کم 15 سال قبل از من اومده کانادا، یعنی الان مثلا 45 سال کانادا است، و 45 سال اینجا زندگی کرده، 2 تا بچه بزرگ کرده، بچه‌هاش رفتن دانشگاه حقوق خوندن، خانمش دکترای انگلیسی داشته، ولی هنوز خودش 4 تا جمله انگلیسی بلد نیست بگه. خب اون حالا به دلایلی شرایطی که داشته اجازه بهش نداده که بره انگلیسی یاد بگیره. و همینی که شما زبان رو وقتی بلد نیستین، بعد ارتباط برقرار کردن اصلا وحشتناک‌تره، چون که حتی در شرایطی که آدم‌ها کاملاً با همدیگه زبان همدیگر رو بلدن، نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. نمونه خیلی سادهش اینه که زوجهایی هستن که از یک
منطقه و از یک شهر جفتشون مثلا مال تبریزن، آذری با هم صحبت میکنن، جفتشون مثلا من مال کرمانشاه کردی با هم دیگه صحبت میکنن، زبانو کاملا میفهمن، لنگویج بریر ندارن، ولی با چی مشکل دارن، با ارتباط برقرار کردن مشکل دارن، حرف هم دیگه رو نمیفهمن. این ماجرا خیلی به طور واضح توی کانادا اتفاق میفته، یعنی حتی آدمایی که فکر میکنن انگلیسیشون خوبه ممکنه که ارتباط نتونن به راحتی بگیرن با آدمای دیگه، به خصوص حالا به طور خاص من همیشه صحبتم سر پیدا کردن کاره، چون اون اولین نیاز هر کسیه که توی کانادا است. چه شما بخواید شغل خودتون رو انجام بدین، چه بخواید برای کسی استخدام بشین، مجبورین، چاره دیگری ندارین جز این که در واقع بتونید با آدما ارتباط برقرار کنین. حالا یا خودتون باید کلاینت برای خودتون انتخاب کنین، یا اینکه کلاینتایی که اومدن با اونا بالاخره باید ارتباط داشته باشین. خب حالا راه حل این ماجرا چیه؟ اینایی که من گفتم همش مشکله. خب راه حلش اینه که شما باید واقع‌بین باشین، نه خودتون رو خیلی دست پایین بگیرین، نه خودتون رو خیلی دست بالا بگیرین. جامعه مهاجر در کانادا دو تا مشکل داره، یا اینکه هر دفعه یه طرف پشت بوم افتاده، یا اینکه فکر میکنه خیلی خوبه، یا اینکه فکر میکنه اصلا خوب نیست. مثلا من آدمایی میشناسم که خیلی هم آدمای برنده کاردانی نبودن، ولی وقتی میان اینجا میگن آره مثلا ما اینجا این کار کردیم اون کار کردیم، تو کشور خودمون اینجوری بودیم اونجوری بودیم. این واقع بینانه نیست. باید شما ببینید با توجه به شرایطی که الان توی کانادا وجود داره، شرایط اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، شما کجای ماجرا قرار گرفتید. از اون بدتر اینه که آدما خودشون خودکمبینن، فکر میکنن چون که کانادایی نیستن و مثلا اینجا به دنیا نیومدن یه چیزی کم دارن. مثلا دوستانی هستن که مدارک خیلی بالا دارن، عرض میکنم به خدمت شما که تجربیات خیلی زیادی دارن، و بعد همش فکر میکنن که خوب نیستن، همش میگن نه الان وقتش نیست، من باید بهتر بشم تا برم یه کار بهتری انجام بدم. واقعا واقعا اولین چیزی که من به همه میگم و خودم هم تجربه کردم، اگر که شما مهارت صحبت ندارید یا مهارت language skills، تمام مهارت‌های زبان، 4 تا مهارت صحبت و خوندن و در واقع گوش دادن و نوشتن رو ندارین، شانس این که اینجا توی کانادا موفق بشین بسیار بسیار کمه. خب این یه مسئله بزرگیه. متاسفانه یک افسانه‌ای وجود داره تو کانادا، یعنی یکی دو تا افسانه وجود داره. یکی از این افسانه‌ها اینه که خب من تورنتو زندگی می‌کنم یا ونکوور زندگی می‌کنم، پر اینجا آدم ایرانیه، من اصلا برای چی باید انگلیسی یاد بگیرم؟ میرم بانک تلر ایرانیه، میرم توی مغازه سوپرمارکت اون آقا ایرانیه یا اون خانم، نونوای سنگکی همش دم در خونمونه، صبح هم که دارم نتفلیکس فارسی نگاه میکنم، حالا هر چی که اسمش هست، دیگه دلیل ندارم مثلا انگلیسی یاد بگیرم. این یک افسانه کاملا غلطه. یعنی اگر یه همچین تفکری دارید که اصلا لازم ندارید انگلیسی یاد بگیرید، بهتون قول میدم که هرگز از این پوزیشنی که الان دارید بهتر نخواهید شد. افسانه دوم که از اینم خطرناک‌تره اینه که من میرم کانادا تو محیط یاد میگیرم. من اینو هزاران بار از دوستانی که اومدن شنیدم و در واقع میتونم بگم هزاران هزار بارم دیدم که موفق نبودن. همشون مثلا اومدن گفتن آقا ما میریم کانادا یاد میگیریم. مگه شما تو خیابون کانادا یاد میگیرین جمله شرطی بهتون یاد میدن یا معلوم مجهول یا کوشن تگ؟ اینجا هم هواش همونیه که هست. اگه شما توی محیطی هستید که کاملا ایرانیه، بنابراین دلیل نداره اینجا انگلیسی یاد بگیرین. همین چند اسلاید قبل خدمتتون گفتم آدمی میشناسم که 45 سال اینجا انگلیسی بلد نیست و خیلی هم راحت این اتفاق میفته. شما فکر میکنید الان مثلا من دارم به شما میگم 29 سال اومدم کانادا، انگار همین دیروز بود اومدم کانادا، یعنی 29 سال مثل برق گذشت. مطمئنم یه روز اینجا میشینم تا حالا بازنشسته شدم میگم بله من 50 سال کانادام اگه زنده باشم تا اون موقع. ولی به هر حال مشکلی که وجود داره اینه که اغلب آدما واقع‌بین نیستن، یا خیلی خود بهتر بینن یا خیلی خود بدتر بینن، خود کم بین و خود زیاد بین. حالا اصلا صرف نظر از همه اینا، هممون میدونیم که وقتی که میریم مهاجرت میکنیم به یک کشور دیگه، حتی امروز من مهاجرت بکنم به آلمان، مهاجرت بکنم به ژاپن، یک سری قطعا ضعفایی خواهم داشت. اینی که من 30 سال تو کانادا زندگی کردم یا مثلا 3-4 تا زبان بلدم صحبت بکنم و اینا، به دردم نمیخوره تو ژاپن چون زبان ژاپنی بلد نیستم. این اولینشه. بعد مثلا فرهنگ ژاپنی بلد نیستم، اون طرف خیابون بلد نیستم رانندگی بکنم. و نکته مهم اینه که کسی که تازه وارد یک جامعه میشه احتیاج به یک راهکار سریع و ارزون داره، به خصوص
مثل کسانی که از ایران میان که با اختلاف ارز و این حرفا واقعا منابع مالیشون محدوده. یه طرف اینه، یه طرف هم زمان دیگه باقی نمونده. عرض کردم خدمت شما، من همون موقعی که اومدم کانادا 26 سالم بود، اما هنوزم فکر میکنم دیر اومدم. شاید اگه 10 سال زودتر میومدم خیلی موفق تر بودم از اینی که تا حالا هستم. در نتیجه اینی که شما سریع به اون محلی که میخواین برسین خیلی مهمه. آدمایی که تازه تو کانادا میان به روش خیلی خیلی سریع و خیلی خیلی ارزون، حالا منظورم از ارزون بیکیفیت نیست، ولی به روشی احتیاج دارن که خیلی زیاد منابع مالیشون رو از بین نبره و خیلی سریع باشه. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما بشینید با خودتون کاملا در واقع عادلانه خودتون رو قضاوت کنید، نه به خودتون خیلی فشار بیارین، نه خودتون رو خیلی دست بالا بگیرین. بیاین ببینین آقا از این مهارتایی که شما دارین، خیلی جالبه، من از این کارگاه‌های رزومه نویسی و اینا میذارم واسه بچه‌ها، بعد بهشون میگم بشین فکر کن ببین اون روزی که رفتی سر کار چه کارهایی انجام دادی. قشنگ بشینید دونه دونه بگین امروز من 10 تا ایمیل جواب دادم، نشستم اونجا مثلا به بانکم وصل شدم، مثلا چند تا کار بانکی انجام دادم، رفتم چک نقد کردم، از اونجا اومدم مثلا یه درس دادم، یه کلاس درس دادم. همه اینا رو، این کارهایی که کردیم بنویسین. به نظر من بهترین روش برای یه نفر آدمی که تازه اومده توی کانادا اینه که خودش با خودش خیلی صادق باشه و عادلانه بشینه فکر کنه که بگه آقا من چه کارهایی بلدم. هر چی، من بلدم غذای خوشمزه درست کنم، من بلدم نمیدونم لنت ماشین عوض کنم، من بلدم جوشکاری کنم مثلا. خب بعد حالا باید دید از این مهارتایی که شما دارین کدومش به راحتی منطبق میشه با مهارتایی که توی کانادا لازم دارن، اونا رو باید تقویت کرد. حالا شما اگه مثلا آدم مالتی دیمنشنالی هستین، در شعبه‌های مختلف فعالیت کردین، ممکنه بعضی از اونا براتون فقط سرگرمی بوده. من خودم سالهای سال جودو کار کردم، مربی جودو بودم اینا، ولی هیچ وقت مثلا از اونرا پول در نیاوردم. یا اینکه جوان‌تر بودم رفتم گواهینامه خلبانی گرفتم، اون مثلا تفریح بوده، شاید میشد ازش پول دراری ولی پول در نیاوردم. همیشه مثلا غذا درست کردن دوست داشتم ولی هیچ وقت از اینرا پول در نیاوردم. بنابراین ممکنه من یه عالمه مهارتای داشته باشم که توی زمینه‌ای که الان میخوام کار کنم و دارم کار میکنم به عنوان مثلا صاحب یه کالج خصوصی یا مثلا رگولاتوری آفیسر یا چه میدونم پابلیک ریلیشنز، هیچ کدوم از اون مهارت‌ها به درد من نمیخوره. من هر چقدرم زور بزنم غذای خوشمزه تهیه درست کنم، تو کالج به دردم نمیخوره. اگه میخوام توی کالج کار کنم باید برم دنبال اون مهارتای بگردم که به درد کالج میخوره، مثلا موارد قانونی. خب این اون چیزاییه که شما دارین. اما ممکنه که برای گرفتن یک شغل شما احتیاج داشته باشین که مهارت‌های جدید یاد بگیرین، یا اینکه خودتون رو منطبق کنید. یکی هم مثلا از مشکلاتی که من داشتم وقتی که اومده بودم کانادا این بود که زبانهای برنامه‌نویسی که من میدونستم مثلا چندین سال عقب‌تر از اینجا بود، تکنیکایی که میدونستم مثلا چندین سال عقب‌تر از اینجا بود. حالا مثلا من برای خودم توی ایران آدم مثلا گنده‌ای بودم، ولی اینجا که اومدم متوجه شدم که نه، اینطوری نیست. مجبور شدم خیلی سریع یه سری مهارت‌های جدید یاد بگیرم تا اینکه بتونم اولین کارمو بگیرم، و حالا بعدش اصلا کلا رفتم دانشگاه، چندین سال در دانشگاه موندم. به غیر از اون مهارت‌های قابل انتقال که شما می‌خواید قویشون کنین، خیلی‌ها مجبورن یه سری مهارت‌های جدید یاد بگیرن. در رأس این هرم مهارت‌های جدید، صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعتاً هست. خب حالا چجوری این کارو می‌کنیم؟ شما مهارت‌های جدید چجوری یاد می‌گیرین؟ اتفاقاتی براتون میفته، شما با این اتفاقات روبرو میشین، راه حل براش پیدا میکنین، تبدیل میشه به یه مهارت. دفعه دوم که این اتفاق میفته دیگه شما این مسئله رو یه بار حل کردین. خب مرتب داریم این مهارت های جدید رو یاد میگیریم. حالا ما مهارت های جدید از کجا باید یاد بگیریم؟ اگه کسی بهمون کار نمیده که بریم اونجا کار کنیم، محیط کارو نمیشناسیم، خودمون هم بیزنس نداریم، تنها راهی که میتونیم این کارو انجام بدیم اینه که والنتیر کنیم، بریم برای اینکه یاد بگیریم کار کنیم، نه برای اینکه پول در بیاریم. حالا من اینجا میگم که آقا transferable skillتون رو قوی کنید، مهارت های جدیدی که لازمه به دست بیارین، volunteer هم بکنید و همین کار رو تکرار کنید تا وقتی که احساس کنید که شما الان خوب هستید، دیگه احتیاجی ندارین که بیشتر از این چیز بدونید. حالا یکی از راه های گرفتن مهارت های جدید اینه که شما درس بخونید. حتی اگه بعضی وقتا مهارت های خیلی زیادی هم دارین، مجبورین درس بخونین. شما مثلا مهندس ساختمان بودین، خیلی هم مهارت دارین، 30 سال هم هست اینجا کار کردین، میان اینجا هر جایی میخواین برین کار بکنین میگن باید پی ان جی داشته باشین. خب این پی ان جی مستلزم اینه که شما درس بخونین، امتحان بدین،
من اون موقع که مهندس کامپیوتر بودم یادم مثلا اون موقع MCSE و MCSE و مایکروسافت و نمیدونم سیسکو و این چیزا خیلی مود بود. خب من رفتم همه اون سرتیفیکیشن ها رو گرفتم، خیلی هم کمکم کرد در جهت کاریابی، ولی خب اونم یه جوری ادویکیشنه. حالا درسته که من فرمال ادویکیشن سالها توی دانشگاه اینجا داشتم، ولی همون کارهایی هم که کردم که خودم درس میخوندم و بعد رفتم امتحان دادم و سرتیفیکیشن گرفتم، اونم بازم یه بخشی در واقع درس خوندنه. حالا به نظر من اینا نظرات شخصی منه، با توجه به این چند سال تجربه‌ای که داشتم، من حدود مثلا الان دقیقاً حدود 40 ساله که توی زمینه آموزش دارم فعالیت میکنم، به نظر من آدما باید بر اساس منابع مالیشون، شغلی که میخوان بگیرن، مهارت‌های قبلی و کاری که دوست دارن انجام بدن، با مجموعه همه اینا تصمیم بگیرن که چه چیزی باید بخونن. میدونی 90% آدمایی که میاد پیش من با من صحبت میکنن، میخوان از من در واقع مشورت بگیرن، همشون میگن به نظر تو من چه کاری بکنم بهتره، برم آی تی بخونم یا برم اینتریور دیزاین بخونم؟ همین دیروز یه نفر آدم به من گفته این آدم مثلا زاده سوئیسه، اصلا ایرانی نیست، طرف سوئیس امریکن سیتیزنه، هم پدرش آمریکایی بوده مادرش سوئیسی بوده. خب ولی همینم نمیدونه که چیکار میخواد بکنه، یه آدم جوونه مثلا 26 ساله است، خب بعد داره الان توی مثلا موزیک فعالیت میکنه، معلم مثلا گیتاره، بعد به من میگه که به نظر تو من اینتریور دیزاین بخونم بهتره یا آی تی بخونم بهتره؟ خب باید این آدمو بگی خب بشین فکر کن آقا چقدر پول داری، دوست داری چه کاره بشی، قبلا چه مهارتی داشتی که به دردت میخوره، اصلا آیا تو آی تی دوست داری یا نداری، صرف این که مثلا میری نگاه میکنی میبینی مثلا واسه مهندس ساختمان یا واسه نجار مثلا یه عالم شغل وجود داره، آیا شما اصلا دوست داری نجار بشی یا نه؟ خب این یه تمرینیه که هر یه نفری باید با خودش انجام بده. منم 30 سال پیش انجام دادم با خودم، همون سال 98 که رفتم دانشگاه اینجا توی کانادا، خودم با خودم این تمرین رو انجام دادم که آقا من چقدر پول دارم، چیکاره میخوام بشم، مهارتایی که عقب داشتم چی بوده و دوست دارم چیکاره بشم. خب حالا متوجه شدیم که آقا به هر حال شما یه نوعی از ادویکیشن احتیاج دارین. وقتی که تازه اومدین تو کانادا، سنتون هم مثلا 25 سال بیشتره یا از حتی سن دبیرستان بیشتره، چاره ای ندارین جز این که یه جوری درس بخونین. حالا یا اینکه یه چیزی میخونین، خودتون میرین امتحانشو میدین، مثل رد سیل و نمیدونم MCSE و CCNA و اینا، یا اینکه میرید تحصیلات آکادمیک انجام میدین، 3 سال 4 سال 10 سال میرین دانشگاه، یا یه دونه کالج برمیدارین 2 سال میرین کالج. به هر حال یکی این کارا رو انجام میدین. توی کانادا اصولاً 3 تا لول دولت وجود داره که هر کدومشون مسئول یه کاری هن. این 3 تا دولت یا فدرال هن، یا پروینشال تریتوریال هن، یا اینکه مانیسیپال هن. در واقع میشه دولت مرکزی، استان، شهرداری، اینجوری بخوایم بگیم. خب هر کدوم از اینا مسئولیت یه کار به خصوص رو دارن. مثلا دولت فدرال، وزارت دفاع زیر نظر اونه، اگه یه موقع اتفاقی بیفته ما از تو استانا بر نمیداریم سرباز برداریم بریم یه جایی، سرباز کار فدراله، ایمیگریشن کار فدراله، پروینشال کار هلتکیر دستشه به اضافه آموزش. آموزش اصولا زیر نظر دولت پروینشاله. مانیسیپال هم که چه میدونم برفروبی و نمک پاشی و نمیدونم آسفالت کردن خیابونا و این کارا رو انجام میده. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه به شما بگم که اصولا استانی که درش زندگی میکنین توی درسایی که به شما میدن و اتفاقاتی که توش میفته موثره. خب مثلا اگه شما اونتاریو زندگی میکنید، ممکنه که روش درس خوندنتون و مطالبی که به شما درس میدن توی یه رشته ای کاملا متفاوت باشه با همون رشته، با همون مدرک توی بی سی یا توی نوواسکوشا یا یه جای دیگه. خب برای مقاطع زیر دانشگاه که میشه در واقع ابتدایی و دبیرستان، حتی موضوع از این گرانیولار تر هم هست. یعنی اینکه شما مثلا توی نورت یورک باشید تفاوت داره با اینکه توی نیو مارکت باشین. ممکنه مثلا چه میدونم 5 کیلومتر با هم فاصله دارن این دو تا شهر، ولی اسکول بوردا تصمیم میگیرن که مثلا آدمای کلاس 4 اینو بخونن، اونا میگن نه باید یه چیز دیگه بخونن. خیلی زیاد با هم متفاوت نیستن، ولی میتونن متفاوت باشن. یعنی توی مناطق تقسیم بندی شهری دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان میتونن چیزای مختلفی بخونن بسته به اینکه خونهشون کجاست. برای همین وقتی که شما بچه‌تون رو از یه شهری میبرین یه شهر دیگه، حالا مثلا ممکنه این شهر با اون شهر همسایه‌ن، 2 کیلومتر فاصله شونه، ولی کلا ممکنه سیستم آموزشیش متفاوت باشه. اما برای تحصیلات بعد از دبیرستان که بهش میگن پست سکندری، این کاملا زیر نظر پروینسه. توی همه پروینس ها هم اینجوریه
و توی همه پروینس ها هم دقیقاً کاتگوری هاشون عین اینیه که توی بی سی هست. تو تمام پروینس های کانادا یه سری پابلیک یونیورسیتی وجود داره. پابلیک یونیورسیتی یعنی دانشگاه های دولتی. چرا دولتی؟ برای اینکه پول در واقع ران شدن اون دانشگاه و هزینه نمیدونم گرفتن برق و آب و همه این چیزا رو دولت میده. توی استان بی سی 25 تا از این یونیورسیتی ها وجود داره. لیستش هم لینکشون رو براتون دادم. اگه میخواین اینو توی استان دیگه پیدا کنید کافیه برید تو گوگل سرچ کنید بگید Public Universities in Ontario, Public Universities in Newfoundland or Labrador. اسپری میکنم. اینا رو که بزنین لیست اینا رو میبینین. اینا دانشگاه صدا من میاد. ما فقط اسلاید اولتو میبینیم. اگر رو پاورپوینت مخواستی جلو بری ما نمیبینیم. من رو پاورپوینت هم. I don't know که چرا فقط صفحه اول نمیده. صفحه تا اگر جابجا کنی بعد یارم خواهیم. نه من صفحه رو جابجا. الان من روی صفحه 11 هم. نمیدونم چرا اینجوری میشه. منظور رو داریم میفهم. Okay. اجازه بده من شیر کنم یه بار دیگه برم ببینم آیا اگه برم همون روش اول الان این یه بار دیگه اینو ببینیم. آها حالا داریم میبینین اینو عوض شده درست. خیلی ریز اون گوشه میدیدیم ولی الان بهتر شد. عالی الان بهتر شد. نه الان دارین صفحات عوض میشه میبینین. آره الان عالی. الان اسلاید اوکی. من عذرخواهی میکنم ببخشید چون نمیتونستم دو تا صفحه رو با هم داشته باشم فول اسکرین بودم. به هر حال برای همه صحبت هایی که کردم اون تو هست حالا. آره اوکی. هر شب به خدمت شما که همونطوری که میگفتم توی بی سی در واقع 25 تا دانشگاه بین المللی داریم. اینا دانشگاهی هستن که شما میرین توشون لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و از این صحبت ها بگیرین. اینا مقاطعن. بعضی هاشون هم کانتینیوینگ ایژوکیشن دارن. حالا حداقل توی استان بی سی به سه دسته اصلی تقسیم میشن. یه سری بهشون میگن دانشگاه، یه سری بهشون میگن اینستیتوت. مثلا ما توی بی سی دو تا اینستیتوت داریم، بریتیش کلمبیا اینستیتوت آف تکنولوژی بی سی آی تی که خیلی مشهوره، یکی هم جاستیس اینستیتوت آف بی سی داریم. اینا مثلا اینستیتوت هن. بعد یه سری دانشگاه داریم مثلا یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا، یونیورسیتی آف نوردن بریتیش کلمبیا، یونیورسیتی آف ویکتوریا. یه سری هم داریم که اینا کالج بودن بعد یونیورسیتی شدن، مثلا الکساندر کالج. حالا اسمای متفاوتی دارن ولی اینا اونایی هن که در واقع دولت پشت سرشونه، دانشگاه دولتی هن. بخوام مشابهش رو توی ایران بگم مثلا مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه صنعتی که من توش درس خوندم یا دانشگاه شریف یا نمیدونم اینا بودن. دسته دوم دانشگاه های خصوصی هن، مثل دانشگاه آزاد، مثل دانشگاه پیام نور. مثلا توی بی سی 21 هم اینا داریم و لیستش رو خدمتون گفتم. اینا هم همشون اونایی هن که مقطع میدن و شما چندین سال باید اونجا درس بخونین. مثلا الان چند تاش اسمش یادم میاد، فردی دیکنسون یکی از ایناست، یونیورسیتی کانادا وست یکی از ایناست. اینا اونایی هن که مثلا مقاطع فوق لیسانس و اینا دارن. بعضیشون رشته های زیادتری دارن، بعضیشون رشته های کمتری دارن. خیلی از دانشگاه های آمریکایی هم به دلیلی که آمریکا از خیلی سال قبل کپ داشته، یعنی حد اکثر مجاز دانشجوی بین المللی داشته، اومدن مثلا توی کانادا یه شعبه باز کردن. اینجا یه دونه اتاق دارن ولی خب اسم دانشجوهاشون رو میذارن اینجا. مثلا حالا NYIT اینجا، نیویورک اینستیتوت آف تکنولوژی بزرگتر از اونای دیگه است. ولی چه میدونم دانشگاه مختلفی از آمریکا هم اینجا فعالیت میکنن. توی بی سی 21 از اینا وجود داره. بهش میگن private and out of province universities. خب بعد از اون خب اینایی که private هن، به محض اینکه حالا private یعنی چی؟ private یعنی اینکه خرج نگهداری و آپریشن این دانشگاه ها رو یه نفر آدم یا یه سری از آدمایی که سهام دارن دارن میدن. به محض اینکه اینطوری میشه دولت به شدت اینا رو تحت قانونمندی میذاره، یعنی میخواد اینا یه قوانینی پیروی کنن که در این حال این قوانین خیلی راحت هم نیستن. اون بازوی دولت که دانشگاه خصوصی رو توی بی سی در واقع گذاری میکنه اسمش هست دیگری کوالیتی اشورنس بورد یا اسسمنت بورد، یعنی کنترل کیفیت مقطع تحصیلی، اون بوردی که کنترل کیفیت مقطع تحصیلی انجام میده. لینکش هم خدمتون گذاشتم اگه میخواید برین اونجا. دسته بعدی دسته ای هن که الان آی تی دی کانادا هم جزشونه.
private non-degree granting colleges. ما کالج هایی هستیم که مقطع تحصیلی نداریم. اصلا مدلمون اینی که شما فوق لیسانس و لیسانس و اینا بگیرین نیست. توی ایران به کالج های مشابه ما میگن کالج علمی کاربردی. خب کالج علمی کاربردی وظیفش اینه که نیروی کار تولید کنه، نه اینکه یه ورق دست آدم ها بده که بگه مثلا شما دکترا گرفتی، فوق لیسانس گرفتی. به طور مثال مثلا من خودم از UBC فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، یا از SFU یه دکترای دیگه گرفتم. روزی که فارغ التحصیل شدیم مثلا به ما دست دادن گفتن خدافظ خدافظ برو خودت مثلا یه کاری پیدا کن. ولی کالج هایی که مثل ما ووکیشنال هستن، وظیفه‌شون اینه که مهارت یاد بدن نه علم. در نتیجه ما واحد و واحد پاس کردن و اینی که من 20 واحد اینجا داشتم و اینا نداریم. یه سری درس‌ها داریم که توی این درس‌ها به طور خاص کار کردن توی اینداستری رو با آدما نشون میدیم. مثلا من میگم آقا اگه شما میخوای برنامه‌نویس کامپیوتر بشی، لازم نیست بری 4 سال مهندسی کامپیوتر بخونی. بیا من یه ساله یادت میدم تمام اون فلاف کرک و پشمایی هم که دانشگاه داره، مثل نمیدونم حالا زمان ما بود تاریخ اسلام و برگزیده متون ادب فارسی و نمیدونم یا عالمه چیزای دیگه‌ای که داشتیم، اونا دیگه لازم نداری. شما میخوای برنامه‌نویس بشی. توی بی سی حدود 300 تا اینا وجود داره، توی همه پروینس هم وجود داره و همشون هم به شدت قانون گذار دنبالشونه. یعنی مرتب دارن هی سعی میکنن که آقا اینا تخلف نکنن. حالا شکر خدا من خودم بنیانگذار کالج آی تی دی بودم و الان دقیقاً 25 ساله که 25 یا 26 ساله، از سال 98 تا حالا میشه 26 سال، دقیقاً از جولای 98 تا حالا. توی این 26 سالی که کار میکردیم حتی مثلا یه مورد مشکل هم نداشتیم، ولی خب خیلی از این کالج ها هستن که مشکلات هم دارن. لیستشون و لینکش رو براتون گفتم و شما میتونید اگه دلتون بخواد میتونید برین توی یکی از این کالج ها. حسن این کالج ها اینه که خیلی برای انگلیسی سخت نمیگیرن، از شما نمیخواد مثلا آیلتس 8 داشته باشین تا بیاین تو. یه ذره ادمیشن توشون راحت تره، درس خوندن توشون راحت تره و کمک توشون خیلی بیشتره، برای اینکه اینا همه مشتری دوست دارن داشته باشن و سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه مشتریاشون موفق باشن. خب این شد دسته سوم. توی بی سی اسم رگولاتور ما هست Private Training Institutes Branch، ما بهش میگیم PTIB، PTIP. توی آنتاریو اسمش هست Ontario Private Colleges Association یا Ontario Private Colleges یه چیزی. توی همه استانهای هم چیزی وجود داره. خب من PTIP لیستشو قبلا به شما داده بودم. حالا فهمیدیم که سیستم آموزشی چجوریه. من الان توی استانی هم باید بر اساس سیستم استان تصمیم بگیرم که آیا چی میخوام بخونم. منتها من زمان برام مهمه، پولی که میخوام بدم برام مهمه و همه ما ها میدونیم که هدف از درس خوندن این نیست که بعدش تو خیابون سود بزنیم. هممون میخوایم درس بخونیم که بریم یه کاری بگیریم. هممون از همون موقعی که منم 18 سالم بوده همین فکر رو میکردم. 17 سالم بوده که رفتم دانشگاه، میخواستم برم دانشگاه یه درسی بخونم که بعدش بتونم یه کاری بگیرم به زندگیم برسم. به این میگن return of investment، یعنی سرمایه گذاری که کردین بازدهی خواهد داشت. حالا شما توی آدم‌ها به طور کلی آدمای نیوکامر توی کانادا با این همه مشغله و مشکلی که دارن، حالا این مسئله خیلی خیلی بغرنج هم دارن، زمان ندارن، پولم خیلی زیاد در دستشون نیست و به زودی میخوان نتیجه درسی که خوندن بگیرن. خب اشکال ماجرا اینه که توی کانادا برعکس ایران education free نیست. من توی ایران 4 سال رفتم دانشگاه، تازه بهم پولم دادن. پول ندادم هیچی، وام تحصیلی و نمیدونم کمک هزینه و فلان و اینا رو دادن. حالا بعدن اومدم کانادا بهشون پس دادم مدرکمو گرفتم. خب خیلی خیلی به ندرت پیش میاد که یه سری سرویس ها مثل کلاس انگلیسی مثلا تو کانادا میذارن میگن مجانیه. کلاس های انگلیسی دولتی مجانیه. مشکل کلاس های مجانی اینه که به شدت بیکیفیت هست و اگه راستشو بخواین از من بپرسین، دولت های استانی اینو میذارن که فقط در دهن مردم رو ببندن و هدفشون از گذاشتن کلاس انگلیسی مجانی این نیست که آدم ها انگلیسی یاد بگیرن. هدفشون اینه که مثلا اینا یه وقتی بگذرونن، یه آدم هم یه پولی در بیارن، به اینا دارن درس میدن، آخرش هم هیچی به هیچی. تقریبا من میتونم به شما بگم که بیشتر از 20 نفر از افراد فامیل خودمونو با کمک من کانادا آوردم، از مادر پدر خودم تا پسر داییم، پسر خالم، بچه هاشون، عرض میشه خانومم، همه اینا رو که آوردم همشون رو فرستادم کلاس های مجانی دولتی و به طور قطع و یقین میخوام بهتون بگم که هیچ کدومشون هیچ وقت هیچ یاد نگرفتن. اوکی؟ حالا اشکال دیگه ای که وجود داره، وقتی شما آرگیو میکنی، وقتی داری بحث میکنی با یه نفر، میگی آقا بیا یه پولی بده برو زبان یاد بگیر، میگه واسه چی باید پول بدم؟
دولت که داره مفتی میده، میرم کلاس دولتی میگیرم. ولی به این موضوع در واقع دقت نمی کنن که بعضی وقتا 2 سال 3 سال دارن این کلاس ها رو میرن، آخرش هم چیزی دستگیرشون نمیشه. اون زمان 2 سال 3 سالی که شما دارین میرین ارزشش میلیون ها دلاره. وقتی شما 45 سالتونه 3 سال دارین میرین کلاس مفتی زبان، در واقع شما سود نکردین که 3 سال کلاس مفتی زبان میرین. حتی اگه یاد میگرفتین، شما 3 سال از زندگیتون رو ضرر دادین. 3 سالی که میتونستین توش پول در بیارین کار بکنین، مثلا آدم 45 ساله دیگه حداکثر 20 ساله کاری داره که انجام بده. منی که 55 سالم دیگه الان فرصت این که برم کلاس مجانی بگیرم ندارم. من میخوام 2 ماهه یه چیزی یاد بگیرم تموم بشه به پیکارش. نمیتونم 3 سال وقت بذارم ببینم آیا من انگلیسیم خوب هست یا نه. حالا شما فکر کنید شما 2 سال رفتین کلاس انگلیسی، بعد تازه اومدین بیرون، هنوز نمیتونید با آدما ارتباط برقرار کنید. به نظر شما این مجانی بود؟ 2 سال وقتی که توش گذروندین آیا مجانیه؟ این یه دامیه که آدما خیلی راحت توش میفتن چون اسمش مجانیه. حالا حتی اگه مجانیه با کیفیت هم باشه که خیلی 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 کم پیدا میشه، من تا حالا ندیدم، انقدر طولش میدن و انقدر سلاگش هست، انقدر زمانش طول میکشه که واقعا شما بهای خیلی زیادی براشون میپردازید. خب حالا ببینید ماجرا چیه. ماجرا اینه که من وقت ندارم، پول ندارم، خیلی سریع هم میخوام به نتیجه برسم، باید چیکار کنم؟ خب حالا راه حلش اینه. آقا اصلا مشکل بزرگ من اینه که پول ندارم، دلم میخواد برم مدرسه، دوست دارم انگلیسی یاد بگیرم، ولی پول ندارم. حالا توی بی سی، و من مطمئنم که توی استانهای دیگه هم وجود داره این، توی بی سی یک شرکت نیمه دولتی وجود داره به اسم ورک بی سی. در واقع فلسفه وجودی ورک بی سی اینه که به آدما کمک کنه که شغل بگیرن، نه به خاطر اینکه آدمای خیلی خوبی ان، برای اینکه آدما وقتی شغل دارن مالیات به دولت میدن. در نتیجه این اصلا اینسنتیو این که چرا باید اینا وجود داشته باشن خودش اونجوری حل میشه. اینا میاد به آدما کمک میکنن که اونا برن سر کار، که پول مالیات بدن که بعد بتونن حقوق بگیرن. حالا در این حال یه سری آدمای مثل من و شما هم میتونن از اینا استفاده کنن. یه نکته خیلی جالب برای کسایی که توی بی سی شرکت دارن و شرکتشون بیشتر از 1 سال کار کرده، این آدما میتونن از یک برنامه‌ای که اسمش هست بی سی Employer Training Grant استفاده کنن. و گرانت خیلی جالبه، پولیه که به شما میدن و هرگز پسش نمیگیرن. این لون نیست، گرانته. میگه که اگر که شما توی بی سی کمپانی دارین و این کمپانیتون بیشتر از 1 سال از عمرش گذشته، میتونین خودتون یا کارمندای فعلیتون یا کارمندی که میخواین استخدام کنید بفرستید بره یه جایی ترینینگ، بره درس بخونه، دولت پولش 80% پول تویشنشو میده. خب حالا میگه اگه شما یا کمپانی دارین یا دارین برای یه کمپانی کار میکنید یا یه کمپانی بهتون گفته بیاین برای من کار کنین، اون کمپانیه میتونه از این گرانت استفاده کنه. خیلی هم راحته توی بی سی، خیلی راحته. میگه شرایطش چیه؟ میگه شما باید PR یا سیتیزن باشین، کمپانی که درست کرده بودین باید بیشتر از 1 سال رجیستر شده باشه، ترینینگی که میگیرین، اینو یادم رفته اینجا بذارم، ترینینگی که میگیرین باید حتما توی یکی از این 3 دسته دانشگاهی بود که بهتون گفتم، یا دانشگاه دولتی باشه یا دانشگاه خصوصی باشه یا کالج دولتی رجیستر شده باشه، و باید نشون بدین که بعد از این ترینینگ این آدمه یه کار بهتر میگیره. بعد خودش توضیح میده، میگه کار بهتر یعنی حقوق بهتر، یا اینکه از نظر امتیاز شغلی بهتر، یا اینکه مثلا کارش فول تایم، پارت تایم بوده شده فول تایم. تمام کاتگوری ها رو توضیح میده. بعد کچ این ماجرا اینه، میگه آقا ایمپلویر 100% پول رو باید اول بده، بعد که دوره شروع میشه یه دونه اینوایس به دولت میده، تا کمتر از 1 ماه 80% رو برمیگردونن بهشون. خب یعنی در واقع اون ایمپلویر میتونه این کار رو بکنه. نکته جالب اینه که شما میتونین تا سقف $10,000 برای هر یه نفر و تا سقف $300,000 در سال از دولت کمک بگیرین. یعنی اگه شما مثلا یه شرکتی دارین خودتون و واقعا اینجا مثلا مدیریت نمیدونین، خیلی از آدمایی که اومدن اینجا توی کانادا شرکت زدن واقعا مشکله. خود من 2-3 سال اولش حتما مجبور بودم برم این برنامه بپرسم و توی وبسایت نگاه کنم و اینا. خیلی راحت نیست اینه که شما چه کاری انجام بدین که درسته. حالا شما میتونین از این پول استفاده کنین
و بیاین مثلا مدیریت یاد بگیرین، مهارت های کامپیوتر یاد بگیرین، مارکتینگ یاد بگیرین، میتونین خودتون، خانومتون، بچهتون، عرض میشه به خدمت شما، برادرتون، هر کسی رو که میخواین استخدام کنین این کار رو انجام بدین براش. خب حالا ما توی آی تی دی کانادا یه پالیسی هم گذاشتیم که اگه آدمایی که میان پیش ما واقعا در واقع جدی هستن و میخوان یاد بگیرن، اگر که اینا ببخشید غلط امضایی دیدم، اگر که اینا بیان و واقعا تموم کنن و مدرک ما رو بگیرن، ما اون 20% هم خودمون آخر دوره بهشون تخفیف میدیم، بهشون برمیگردونیم، یعنی ترینینگ کاملا صفر براشون انجام میشه. یعنی مثلا یه دوره از ما میگیرن که این دوره به طور عموم، به طور عام 27000 دلار قیمتشه، ما اینو به اینا میفروشیم 10000 دلار، برای اینا هم 0 دلار تموم میشه چون پولش دولت میده. هر یه کمپانی هم میتونه تا سقف 10000 دلار برای هر نفر و تا سقف 300000 دلار در سال این کارو انجام بده. توی بی سی بسیار بسیار راحت هم هست. من شک ندارم که تمام پروینس های دیگه هم اینو دارن. خب یه برنامه دیگه ای که خیلی آدما میتونن ازش پول در واقع پول بگیرن که برن مدرسه و مشکلاتشون رو حل کنن، یه کاتگوری دیگه ای هست، میگه individuals facing barriers، یعنی آدمایی که مانع دارن برای این که برن سر کار. مانع شماره اول، مثلا طرف مکانیک بوده توی ایران، صافکار بوده، صافکاری خوب بلده ولی داره با مشته و این حرفا کار میکنه، سیستم سنتی، بعد حالا اومده اینجا الان میخواد بره صافکاری بکنه. اینجا باید صافکاری بکنه، باید کامپیوتر بلد باشه، داکیومنت ها رو بتونه بخونه، نقشه بتونه بخونه، بعد اینجا اصلا صافکاری نداریم، همه چی عوض میکنن، هیچ کدوم از این مهارت ها رو نداره. اگه ایشون در واقع بره با ورک وی سی صحبت کنه، حالا یه خود اذیتش میکنن و پیپر ورک داره و اینا، در نهایت تا سقف 7500 دلار بهش کمک میکنن که بره یه دوره ای رو در یکی از اون دانشگاهایی که گفتم بگذرونه و این مهارت ها رو به دست بیاره. اشکال این ماجرا اینه که شما باید یا پی آر باشین یا سیتیزن باشین یا رفیوجی تون قبول شده باشه. هر شبت که یه کاتگوری دیگه هست بهش میگن ABE، Adult Basic Education. این به درد انگلیسی میخوره. الان ما تعداد خیلی زیادی شاگرد داریم که انگلیسی بهشون درس میدیم تحت این عنوان. شما مثلا اومدین کانادا، مثلا همین دوستمون که گفتم بهتون 40 سال کاناداست، انگلیسی بلد نیست، بعد میره اونجا میگه آقا من الان انگلیسی بلد نیستم، واقعا برای اینکه بخوام برم سر کار به این احتیاج دارم، حالا یا دو ماه پیش اومدم کانادا یا 40 سال پیش اومدم کانادا. این خیلی هم راحت این فاندینگو میدن، خیلی راحت یه نفر باهاتون کار میکنه، 3-4 تا کاغذ پر میکنه و شما رو میفرستن یه جایی که انگلیسی یاد بگیرین. بعضی وقتا شما میخواین یه کاری انجام بدین، مثلا نمونهش اینه که فکر کنید که هلت اند سیفتی انجام میدادین، اوکیپیشنال هلت اند سیفتی، مثلا ایمنی کاری کارتون بوده، میخواین بیان اینجا باید یه سرتیفیکیتی بگیرین، نمیتونین برین سر کار با اون، یا مثلا برای پی ام پی باید یه سرتیفیکیتی بگیرین، نمیتونین این کارو انجام بدین بدون اینکه اون سرتیفیکیت رو داشته باشین، میتونین برین از دولت پول بگیرین، شما رو بفرسته یک مؤسسه آموزشی و اونا به شما کمک کنن این سرتیفیکیت رو بگیرین. یا اینکه بعضی وقتا توی مثلا محل کارتون یه سری مهارت‌های خاص وجود داره که شما باید یاد بگیرین، مثلا اگه شما می‌خواید لیفت تراک درایور باشین یا نمیدونم بیل مکانیکی می‌خواید برونین، باید یه سری چیزا بدونین که اینجا اصلا در واقع مثل ایران نیست که مثلا گواهینامه رانندگی اینا رو باید داشته باشین، باید برین یه کورسی بگذرونین، یه ورقی بهتون میدن که شما می‌تونین این کارو انجام بدین. اینا میفته زیر اون individual facing barriers. اگر توی بی سی هستین و واقعا precarious work دارین، یعنی شغلی دارین که خیلی مطمئن نیست، ممکنه هر روز از دست بدین، یه بار مثلا هفته 10 ساعت میرین سر کار، یه بار هفته 50 ساعت میرین سر کار، میتونین برین با اینا صحبت کنین، کمکتون میکنن که مثلا از این وضعیتی که دارین، حالا ببخشید میگم دارین، از این وضعیتی که وجود داره برای بعضیا بتونن بیرون بیاد. کچ ماجرا اینه که شما یا باید پی آر باشین یا سیتیزن باشین یا اینکه اپلیکیشن رفیوجیتون قبول شده باشه. و اگه توی بی سی هستین میتونین برین ورک بی سی، آی اس اس بی سی، تمام کمپانیایی که با دولت کار میکنن میتونین برین و ازشون درخواست این پولو بکنید. نکته بعدی اینه که اگه توی هیچ کدوم از این کاتگوری‌ها نمیافتین و ولی پی آرین و عرض میشه به خدمت شما یا سیتیزن هستین یا اینکه رفیوجی قبول شده هستین، میتونین برین وام با بهره خیلی کم بگیرین و تقریبا همه هم اپروف میشن و این وامه به غیر از این که پول مدرسه شما رو میده، پول کالج و دانشگاه و اینا رو میده، یه خودم ازش میمونه که خودتون هزینه زندگی داشته باشین.
نکته خیلی جالبش اینه که به یه سری آدمایی که درآمد کم دارن یا سنشون زیاده یا یه سری بریر دارن یه بخشی از اینو گرانت میدن. مثلا شما اگه برین استودنت بی سی اقدام کنید به شما میگن مثلا بیاین 30,000 دلار بهتون پول میدیم ولی 6,000 دلارش گرانت مال خودتون، 24,000 دلارش رو باید پس بدین. پس دادنش هم اینه که تا 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی هیچ کاری به کارتون ندارن، اصلا بهره هم نمیگیره. تازه بهره 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی انجام میشه و این وام هم توی بین 7 سال تا 10 سال ازتون پس میگیرن. یه روش فوق‌العاده برای اینه که شما در واقع خیلی ارزون بتونید برید دانشگاه اگه پول ندارید. توی بی سی اسمش هست استودنت بی سی، توی اونتاریو اسمش هست اوساب، اونتاریو استودنت اید پروگرام، اوساب. پروینس های دیگه هم همینو دارن، میتونید ازشون استفاده کنید و به یکی این کالج ها، در واقع به کالج هایی که تحت اعتبار دولت هستن میتونید برید و از این واما استفاده کنید. خب اینم عرض کردم. حالا کالج های خصوصی و به خصوص آی تی دی کانادا یه آدمایی دارن که کمک میکنه. در واقع واقعا حداقل در آی تی دی کانادا اینجوریه که ما میخوایم کمک کنیم که آقا شما اوورسپند نکنی، خودتو زیادی استرش نکنی که مثلا وسط درس مجبور بشی بری کار کنی یا کویت کنی. اینا از همون بهش میگن فاینانشال اید آفیسر. ما هم همینو داریم، کمک میکنیم که آقا اصلا وامو چجوری بگیر، چرا باید وام بگیری، چیکار کنی که مثلا سوالا رو چجوری جواب بدی. از همه کالج ها این سرویس رو میدن، آی تی دی کانادا مستثنا نیست. و ما خیلی وقت میذاریم برای کسایی که میخوان وام بگیرن که بفهمن واقعا دارن چیکار میکنن. خب on top of همه اینا، بسته به این که کی صاحب اون کالجه و چقدر در واقع تجربه کاری داره، یه سری کمپانیای مالی هستن که حاضرن وامای با بهره کم به دوستانی که میخوان درس بدن، درس بخونن بدن. الان توی کالج آی تی دی کانادا معارضی با یه نفر، یکی از اون خیلی قویاشون قرارداد داریم. یعنی شما علاوه بر وام دانشجویی میتونی اون وام هم بگیری. یعنی اگه شما سیتیزن یا پی آر هستین یا رفیوجیتون قبول شده، و این یکی خیلی جالبه میگه حتی اگه بی سی پی ان پی هستین و قبول شده اپلیکیشنتون، اینا بهتون یه وام میدن که با سال اول بهره نداره، سال بعدش هم بهره 6% داره. یعنی خیلی خیلی بهره پایینیه. در نتیجه مثلا آدمایی که واقعا نمیخوان کار کنن، میخوان خیلی سریع بیان برن درس بخونن و در واقع پول داشته باشن که زندگی کنن، درس بخونن، بعضی وقتا مثلا میتونن تا سقف 70-80,000 دلار وام بگیرن که با خیال راحت هم مدرسه شونو برن، یه سالم تموم بشه، بعد همه این واما رو میگن برای خیلی کم داره و میتونن برگردونن. خب شما اگه هر مؤسسه دیگه ای میخواین برین، چه آی تی دی کانادا چه جای دیگه، حالا آی تی دی کانادا من مطمئنم که با این کمپانی کار میکنیم، کالج های دیگه ممکن داشته باشن ممکن نداشته باشن، میتونید برین بگین آیا ادیشنال فایندینگ وجود داره یا نه. خب عرض شد که اینم خدمتون گفتم. حالا اینا همه برای آدماییه که یا سیتیزنن یا پرمننت رزیدنتن، یا اینکه یه جوری پی آرشون قبول شده مثل بی سی پی ان پی اپرووفدن، یا اینکه رفیوجی اپرووفدن. حالا اگه من ویزیتورم چیکار کنم؟ یا الان خیلی مود دیگه، الان اصلا کاتگوری ویزیتور وجود نداره، چون هر کی ویزیتور گرفته اومده ورک پرمیت گرفته. اینا تمپوری، در واقع تمپوری رزیدنسی دارن نه پرمننت. اینجوری یه ذره ماجرا بغرنج‌تر میشه. خب برای اینکه این آدما بتونن درس بخونن، اگه شما پی آر نیستین اینا، باید اجازه درس خوندن بگیرین و این اجازه درس خوندن اسمش استادی پرمیت میشه، و بعد امکان استفاده از منابع مالی به طور خیلی وحشتناکی کم میشه. اگه شما پیار هستین، هزار تا که حالا یه ذره اغراقه، ولی مثلا 50 تا را وجود داره که شما میتونید پول بگیرید برید درس بخونید. ولی اگه رو ورک پرمیت هستین، یه دونه راه وجود داشته باشه که شما بتونید این کارو انجام بدین. خب اون یه دونه راهش هم اینه که آلردی داشتین ورک کار میکردین، بعد موقعی که کار میکردین مجروح شدین، بعد میرین به اون workers compensation board توی پروینس خودتون مثلا یه چیزی میدین، اونا شما رو میفرستن یه جایی درس بخونین. این تنها راهیه که واسه work permit یا وجود داره، واسه ویزیتورها اصلا هیچ راهی وجود نداره که بتونن فاند بگیرن. خب حالا گرفتن این work permit و این که بعدش چه اتفاقی میفته و اینا،
دیگه بستگی داره این که شما به پست کی بخورین. من اینجا به طور قطع و یقین بهتون میگم ما اینجا مشاور مهاجرت نیستیم، وکیل مهاجرت هم نیستیم و در نتیجه اصلا نمیتونیم ادوایس مهاجرتی بدیم که پول بگیریم. در واقع ما حق نداریم مردم رو چارج کنیم که بهشون ادوایس بدیم، اما ادوایس فری میتونیم بدیم. تازه ما اون ادوایس هم نمیدیم. ما معمولا برای شاگردای خودمون، چه قبل از اینکه بیان ثبت نام کنن، چه در حالی که دارن درس میخونن و چه بعدش، جلساتی میذاریم، وبسایت های دولت رو نشون میدیم، مثلا چه میدونم بی سی پی ان پی، ساس پی ان پی، اونتاریو پی ان پی، همه این برنامه های مهاجرتی فدرال، نمیدونم برنامه های پایلت، همه اینا رو بهشون نشون میدیم، میگیم آقا ما ادوایس بهت نمیدیم، اینا چیزایی که وجود داره، خودت انتخاب کن ببین چیکار میتونی بکنی. تقریبا این کاریه که همه این حدود 70,000 نفر الان اخیرا از این ورک پرمیت ایرانی ها گرفتن. الان من دارم میبینم همین 70,000 نفرم دنبال یه همچین اطلاعاتی میگردن همشون. منتها در واقع یه خوبیایی وجود داره، یه بدیایی. خوبی ماجرا اینه که شما تنها نیستین، اینجا همیشه کمک وجود داره. حالا کمک های دولتی وجود داره، یکی قبل از شما اومده یه چیزایی میدونه به شما میگه. منتها مشکل اینه که کی به شما چه ادوایسی میده، کی به شما چه راهکاری رو ارائه میده. همیشه آدما میان پیش من میگن حرف کیو باور کنیم، حرف کیو باور نکنیم و اینا. به نظر من حرف وبسایت دولتی رو باور کنید اول، و بعد به محض اینکه یکی به شما سوال گرجی نمونه، یکی به شما یه پیشنهادی رو میده، اولش فکر کنید ببینید واسه اون چقدر سود داره، واسه شما چقدر سود داره. بعد حالا خودتون به راحتی متوجه میشین که آیا این کار به دردتون میخوره یا نه. آخر ماجرا شما تصمیم گیرنده هستین، شما تصمیم میگیرین که چیکار کنین. آیا اصلا وام بگیرید یا نگیرید؟ آیا اصلا درس بخونید یا نخونید؟ آیا برید کالج یا برید دانشگاه؟ آیا میخواین 6 سال برید دانشگاه مسترز بگیرید یا میخواین 1 سال برید کالج مهارت یاد بگیرید؟ شما تصمیم میگیرید چیکار میخواین بکنید. درستش اینه که شما تصمیم بگیرید و هیچ کس هم بلیم نکنید، بعدن نگین تقصیر تو بود. برای اینکه بعدن اینو نگین، باید خودتون همیشه آپ تو دیت باشین، بفهمین که دارین چیکار میکنین. خب این اون چیزایی بود که من آماده کرده بودم که در خدمتون باشم. حالا اگر سوالی دارین من میتونم در خدمتون باشم. آره، من دوستان هر کی سوال داره میتونه میکروفونشون، اگر از طریق تلگرام هستین اون پایین میکروفونشون آن میوت کنه، سوالشو بپرسه. توی اینستاگرام هم اگر هستن که میتونن تو چت باکس تکست رو بنویسن که من بخونم. مثلا جانم بفرمایید. من خدمت شما عرض کنم، من پی آر هستم، متوجه هستید؟ بعد وقت توی کالج دارم درس میخونم، حالا فناورانم که پلو شما دارم اچوک میکنم، ولی خب در یک کالج هم دارم درس میخونم، ولی خب در هر صورت برای یک کالج جورج براون هم، حتی این کالجی که دارم درس میخونم بیزینس به خاطر کار بیمه و اینها، بعد دارم اوسپ هم گرفتم. بعد میخواستم ببینم من برای سال آیندهم برای کالج جورج براون اقدام کردم، یعنی خودم عقب انداختم، امتحان زبان و ریاضیش هم دادم قبول شدم. من اگه بخوام بعدشون اوسب بگیرم، یه پیگیری کردم وقتی این کالج هم تمام بشه، باز تو اون کالج هم میتونم اوسب بگیرم. مشکل خاصی با این قضیه هست یا نیست؟ میخواستم اینو. نه، هیچ مشکلی وجود نداره. شما دست کم مطمئنم که تا 4 سال بدون اینکه خیلی زیاد اذیتتون بکنن اوسب رو میدن. بعد از اون ممکنه بعد از 4 سال 5 سال حالا یه سری اطلاعات بخوان، ولی قطعا اگه شما یه بار اوسب گرفتین الان و میخواین سال آینده برای جورج براون برین اوسب بگیرین، it's not a problem، هیچ مشکلی نداره. خیلی ممنون از لطفتون که راهنمایی فرمودید. خواهش میکنم. چند تا از تلگرام، از تو اینستاگرام سوالی من میخونم. پرسیدن اگر کلاس زبانایی که اشاره کردین اگر ورک پرمیت باشه شخصی یا رفیوجی چه استاتوسش قبول نشده، کار خاصی میشه کرد؟ میتونن آنلاین به این کلاس ها ملحق بشن، ولی دولت کمکی بهشون نخواهد کرد، خودشون باید خودشون پرداخت کنن یه پولی تا وقتی که شرایطشون درست میشه. ممکنه ABE برای ورک پرمیتا کار انجام بده، چون که الان این همین برنامه‌ای که برای ایرانی ها گذاشتن برای اوکراینی ها هم گذاشته بودن، یادتون میاد؟ درسته. شهروندای اوکراینی به خاطر اینکه جنگ زده بودن اومدن، الان ما توی کمپس ورننمون دست کم 30 نفر داریم که دارن از دولت پول میگیرن و دارن میان پیش ما انگلیسی میخونن، و عرض میشه به خدمت شما که حتی اینا هزینه زندگی هم بهشون میدن. مطمئن نیستم ایرانی هم شامل این بشن یا نه، ولی it wouldn't hurt
که آدما برن توی ورک بی سی بپرسن ببینن آیا یه همچیزی امکان داره یا نه. اگر که پی آر و اینا باشن که مطمئنن میتونه این کار انجام بدن، ولی حالا آیا روی ورک پرمیت هستن به ایرانیا میدن یا نه، اینو خیلی مطمئن نیستم. خب من سوال دیگه هم در مورد این زمینه داشتم. حالا فرمودید ما امتحان ESL رو دادیم، میدونید ما که با پی آر اومدیم آیلتس بالا داشتیم، یعنی اصلا تو پروسه استارتاپ حتما باید خودت خانوم همین آیلتس داشته باشن، مشکلی باید این نداشتیم. فقط اینو میخوام بپرسم الان مثلا ما امتحان دادیم برای ESL توی ویلکام سنتر، یعنی میفرمایید ما بعد اون نمره های مثلا 7 و 8 و اینا گرفتیم بالای کلاس آخری گذاشتن، ولی من کلاسش رو رفتم دیدم همچین در حد ما نیست، اصلا خیلی خیلی لوه، متوجه هستین؟ این کلاسی که شما میفرمایید ما چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ ببینید ما توی آی تی دی کانادا دست کم 6 تا لول داریم، از لول در واقع الیمنتری داریم که اینا ای بی سی دی ان، تا لول ادوانس داریم که ادوانس مثلا در حدیه که آیلتس 8 به بالا باید بیاره، و اینا اکتیویتی هاشون همه یه جوریه که برای اون گروه طراحی شده. مثلا من خودم، من دکترای تکنولوژی آموزشی دارم، خودم برای اینا مثلا میام ریدینگ درست میکنم، دارم راجع به یه مطلبی یه چیزی مینویسم، بعد این مطلبی که برای گروه اینترمیدیت می نویسم با مطلبی که برای گروه ادوانس می نویسم خیلی متفاوته. کلماتی که اونجا استفاده میشه متفاوته، اصطلاحاتی که استفاده میشه کاملا متفاوته. در نتیجه چون ما واقعا گیرد بیست اون کلاسیم، عرض میشه به خدمت شما که خیلی خیلی موفق بودیم از وقتی که شروع کردیم این کار رو انجام دادیم، خیلی موفق بودیم توش. راه حلش اینه که اگه دلتون بخواد واقعا میتونید با ما تماس بگیرین، بسته به امتحانی که میدین میتونیم مثلا یه روز اجازه بدیم، یه روز بذاریم شما تشریف بیارین توی اونجا، و فقط اکتیویتیمون مثلا اینجوری خوندن و نوشتن و اینا. ما خیلی ترادیشنال نیستیم، این که مثلا اینکه بیاین شما مثلا سر کلاس معلم حرف بزنه شما گوش بدین یاد بگیرین، خیلی اینتراکتیو کلاس بازی میکنیم، نمیدونم جمله میسازیم، چیزای مختلف، بازیای مختلفی داریم، کارهای مختلفی انجام میدیم که در واقع زبان یاد گرفتن یه ذره فسیلیتیت بشه، بهتر بشه. شما تو اونتاریو تشریف داری؟ خیر ما بی سی هستیم متاسفانه، ما دو تا شعبه توی بی سی داریم. ما تو تورنتو هستیم. اشکالی نداره، آنلاین اگه بخواید میتونید بگیرین. چون شما الان ورک پرمیت دارین اصلا نمیتونید برید یه جا. من پی آرم. آه ببخشید معذرت میخوام، شما فرمودید من چیکار؟ آره شما مشکلی ندارین، ولی الان خیلی از بچه‌ها هستن که کلاس ما رو آنلاین میان. اگه دلتون بخواد میتونین آنلاین استفاده کنید. ما که مثلا آیلتس، مثلا من حالا 4 بار آیلتس گرفتم از 33 سال پیش که اولین بار که اومدم کانادا که برگشتم. مثلا آیلتس 7 داشتم، 6 و نیم داشتم، چه میدونم آکادمیک جنرال. مثلا 33 سال پیش آیلتس که نبودش اون موقع، تافل بود. ما تو ایران که میرفتیم یه توی خیابون مطهری، ما از اونجا من تو میدان آرژانتین اپلای کردم که رفتم توی ما رو فرستادن رفتیم توی حلب سوریه که کاراشو کردم. چرا من همون موقع هم آیلتس امتحان دادم، برای خانوم، یه خانوم تو خیابون مطهری بود، من آیلتس اونجا امتحان دادم. چرا هم تافل بود، من حدود 33 سال پیش ایران بودم و 70 خودمون بله بعد خدمت آها سال 70 درسته، همون 34 سال پیش میشه دیگه. بله من اولین بارش اون موقع بوده. بعد حتی برای اینجا نمیخواستم، ولی کلا من آیلتس بود، هم آیلتس بود هم تافل، ولی تافل بیشتر رو فرم بود. آره اون موقع من اینو میگم به خاطر اینکه خود من خواستم ام دانشگاه تافل امتحان دادم، هم تافل بود به خاطر ما هم که زبان شکو میرفتیم، تو مثلا من پری تافل مثلا تو ادوانس پری تافل مثلا خونده بودم، تافل بیشتر موضوع آیلتس اینقدر مد نبود، ولی بود آیلتس هم اونم جای خاصی بود. خدمت شما عرض کنم که نه من میخوام کلاس شما رو با ترجمه‌ای که ما میگم، من گفتم من پی آرم مثلا بحثم چیز نیست و میخواستم اینه با چون حالا اصلا هدفتون از این که زبان کلاس میخواین کلاس زبان برید، مثلا فرض کنید من الان دارم اینجا میبینم که مثلا نیتیو ها مثلا به کوچه بنبست میگن ددن، خب اینا 100 سال من نمیدونستم ددن از نظر من مرده میشه، متوجه هستین؟ به هر جهت نیتیو دیگه، متوجه هستین؟ میخوام فرض کنید هدفم اینه که به هر یه خورده تغییر بکنه. بله اونجوری اگه بخواین اون میشه کلاس، یعنی باید کلاس خاصی برین که مهارت محاوره رو فقط براتون انجام بده، و در واقع غلطهای مصطلحی که میگین، حالا مثلا من خودم الان نزدیک 30 سالی از عرض کردم خدمت شما، من از 5 سالگی انگلیسی صحبت میکردم،
از انجمن ایران آمریکا رفتم اونجا کلاس 1 تا 5 هم اصلا انگلیسی خوندم، مثل انگلیش ایمرژن و اینا. وقتی اومدم کانادا انگلیسیم خیلی خوب بود، ولی خیلی بهتر شد وقتی که با بچهای کانادایی شروع کردم گشتن. همینطور. پس ما آدرس شما رو از فناوران میتونیم برداریم زنگ بزنیم. همین اسلاید آخر همه چی اون تو هست، میتونید به اون یک اونجا ایمیل بزنید. بهترین روش دسترسی به من هم ایمیله، یعنی تلفن و اینا من راستش رو بخواید من جواب نمیدم، کارمندم شاید جواب بدن. ولی اگه میخوام اینجا کلا ایمیل بعد هزینه هم نداره این دیگه، فرمودید دیگه نه؟ نه این هزینه داره، منتها شما اگه پی آر هستین میتونید از یکی از این برنامه‌ها استفاده کنید. حالا باید بریم بگردیم ببینیم توی آنتاریو چجوری میشه دولت رو مجاب کرد که پول بده. این کلاسایی که ما داریم مجانی نیست، منتها شما میتونید از دولت پولشو بگیریم. همون من برای همین خدمتتون عرض کردم دیگه، اگه بشه مثلا یه پولی از دولت بگیریم، چون بعدت ما پیاری ها 200,000 تا هزینه کردیم با استارتاپ اومدیم اینجا. این به این راحت شما هزینه کردین، منم پیاری هستم که 200 دلار هزینه نکردم. خب من خیلی ساده شدم. ببخشید من وسط صحبت میفهمم، چون بحث یکم داره حالت پرسونال میشه و شخصی میگیره. بله شخصی بود. من میگم اینو اگر لطف کنین با جناب گرجی و دکتر گرجی میتونین ایمیل بزنین، حالا با کمکتون میکنن. یه سری دوستان ممنون متشکرم ازت. مرسی لطف کردین وقت گذاشتین. یه سری دوستان هم سوال داشتن که فکر کنم اوایلش نبودن دیگه، حالا من وقت شما رو نگیرم، میتونین تو یوتیوب دو سه روز دیگه میذاریم مطالب رو دوباره گوش کنین. درباره کلاس زبان یه سری سوال پرسیدن که اولش صحبت شد که شامل چه کسایی میشه، اونا رو هم باز میتونین دوباره گوش بدین. درباره رتسیلینا زبان معمولا میگم توی بی سی این اسمش Adult Basic Education، مطمئنم که توی استانهای دیگر هم همینجوری خواهد بود. من در واقع بدونم توی کدوم استان هستم، مطمئنم که میتونم پیدا کنم چه برنامه‌ای میتونه کمکشون کنم. بسیار عالی. باشه، پس تماس بگیرید با ITD کالج از طریق ایمیل، کمکتون میکنن نسبت به استاتوسی دیگه هستین و کورسایی که حالا فقط این کورسای زبان امروز بیشتر صحبت کردیم، کورسای مختلف دیگه هم دارن که خیلی کمک خواهد کرد شما رو. سوال دیگه اینیست، یه سری سوال هست که حالا درباره پی انج و ردسیل و ایناست که واسه اونا باز با مفصل تو یوتیوب مهمون داشتیم و صحبت کردن. اگه وقت بذارین یا وبسایت فناوران رو ببینین یا یوتیوب رو گوش کنین، بکنم خیلی از سوالاتون جواب داده میشه و میتونین زنگم بزنین به شماره مؤسسه کمک کنین. فکر کنم دیگه یک ساعتمون تموم شد. سوهل جان دست درد نکنه، خیلی میدونم بیزی هستی، ممنون که کمک کردی یک کمی مطالب بیشتر جا بیفته واسه دوستان. خواهش میکنم. برای دوستان واقعا آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که اگر که مهاجر جدید هستن تازه اومدن خیلی زود راهشون رو پیدا کنن و موفق بشن توی کانادا. بسیار عالی، ممنون از همه، شب گرم خوش.